سرخط خبرها. مرگ 322 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران. یک عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید شمار واقعی قربانیان 2.5 برابر است. 250 نفر $1 برنگردونده بودند. سرنوشت دلارهای بازنگشته به ایران. مدیر کل بانک مرکزی میگوید صادر کنندگان متخلف به نام کارتون خوابها کارت بازرگانی گرفتند. وضعیت شکننده مذاکرات بین افغانی. مشاور امنیت ملی افغانستان درباره احتمال جنگ داخلی بعد از خروج آمریکا هشدار داد. و لغو مقررات ویزا بین اسرائیل و امارات متحده عربی. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. در پی افزایش شدید قربانیان کرونا در ایران، وزیر بهداشت از ناکارآمدی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی انتقاد کرده و گفته درخواست‌ها و التماس‌های او برای بستن جاده‌ها و جریمه افرادی که ماسک نمی‌زنند بی‌توجهی شده. در همین حال وزارت بهداشت ایران از مرگ 322 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده، هرچند که به گفته مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا آمار واقعی 2.5 برابر آمار رسمی است. باران عباسی گزارش می‌دهد. تا چشم کار می‌کند گورهایی که هر روز صدها جسم تازه در خود جای می‌دهند. هر یک نشانه‌ای از عمری که کوتاه شد. پدر، مادر، خواهر و برادری که جانش را در نبرد با کرونا از دست داد. شیوع بیماری در سراسر ایران هفته هاست که شدت گرفته. مسئولان مقصر را شهروندانی می دانند که مقررات بهداشتی را رعایت نمی کنند. متاسفانه در شرایط فعلی روند شیوع کرونا در 12 استان سیر صعودی داره و 9 استان هم در شرایط هشدار قرار دارند. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از 42% در 2 هفته قبل به 54% رسیده، ولی این حتما کافی نیست. ما قطعا باید به رعایت دستورالعمل‌ها به بالای 90% برسیم. ولی شرمنده ایم که در پایتخت ما 32%، یعنی 2/3 مردم رعایت نمی‌کنند. تکرار می‌کنم، 2/3 مردم رعایت نمی‌کنند. اون وقت انتظار دارن که یک کسای دیگه مثلا دولت یه کارایی بکنه. منتقدان اما دولت را بی تقصیر نمی دانند. من باور کنید که یک شب رو به یاد ندارم که پیوسته 1 ساعت خوابیده باشم. عملکرد مسئولان در مهار بیماری حتی در میان مقام‌های ارشد منتقدانی دارد، از جمله وزیر بهداشت. واقعا یکی از استراب‌های من این است که خدای نکرده به سیاه چاله‌ای بیفتیم که در آمدن از اون سیاه چاله کار بسیار صعب و دشواری است. چقدر تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید. شما برید در بیارید، چند نفر رو جریمه کردن. گفتیم جاده ببندید، چند تا رو بستن. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس‌ها اینقدر اضافه میشه. یک مورد هم نشد. من نمیدونم چی باید اینا رو حل کنم. چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم. معلوم نیست مخاطب وزیر بهداشت چه کسی است و بیخوابی و استراب و التماس چه تأثیری در مهار بیماری خواهد داشت. به گفته وزارت بهداشت تنها در شبانه روز گذشته بیش از 5000 مورد ابتلای قطعی شناسایی شده و 322 نفر هم جان خود را از دست دادند. کاهشی جزئی در آمار قربانیان نسبت به دیروز، آنچه روزنامه‌ها دوشنبه سیاه نامیدند. مرگ 337 نفر تنها در یک روز، بیشترین شمار روزانه جانباختگان از ابتدای شیوع کرونا در ایران. آماری تکان دهنده که در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌ها جای گرفت. هرچند که بنابر یافته‌های بی بی سی فارسی آمار واقعی بسیار بیشتر است. واقعیتی که اخیراً مسئولان و پزشکان هم رسماً تایید کردند. این آمار هم واقعی نیست و برای آنکه بدانیم در واقعیت چند نفر روزانه تلف می شوند، این عدد باید ضرب در 2.5 شود.
آماری که متخصصان با تصمیمات و اقدامات یک ماه پیش مرتبط می‌دانند، هم از سوی مردم و هم مسئولان. ما باید بگردیم در اتفاقاتی که 4 هفته 5 هفته قبل شروع شده. در کنار اون شاید اونقدری که باید و شاید ما جدی نگرفتیم ابزارهای قدرتی که باید مردم رو وادار بکنه به رعایت پروتکل‌ها و مسائل جدی نبوده. از اجازه برگزاری مراسم عزاداری محرم گرفته تا هجوم مسافران به جاده ها در روزهای تعطیل و خودداری دولت از اعمال محدودیت های بیشتر، تصمیماتی که هر روز جانهای بیشتری میگیرد، گورهای بیشتری دهان باز میکنند و قدمهای مرگ که هر روز نزدیکتر میشوند. باران عباسی، بی بی سی. دکتر سحر مطلبی، پزشک و کارشناس بهداشت جمعیت همراه ما هستند. خانم مطلبی، یه مقداری از مشاهدات خودتون بگید، در مقایسه با گذشته چه تغییری رو شاهد هستیم در مورد اینکه مردم آیا رعایت میکنند یا نه؟ با سلام خدمت شما. اینطور که من میبینم برای ماست مردم رعایت میکنن، یعنی حداقل اون مشاهدات من یه ذره تفاوت داره با اون 30% که اعلام کردم. به نظر من حالا یه 80% مردم ماسک میزنن، یه 20% هم نمیزنن. بعضی بهشون تذکر میدن، جمله من خودم امروز دوبار به دیگران تذکر دادم. ولی خب تراکم جمعیت خیلی عامل مهمیه، یعنی من چون حرکت میکنم به خاطر مریضایی که داریم تو شمال و شرق غرب و جنوب شهر، و این من دارم میبینم تفاوتو خیلی فاحشه. توی شمال شهر تراکم جمعیت خیلی کمتره، خب در نتیجه اون فاصله اتوماتیک بهتر رعایت میشه و مردم بیشتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده میکنن، و تو جنوب شهر عملا انقدر تراکم زیاده توی بخشی از شهر که اصلا واقعا از تو خیابون که میخوای پیاده رو میخوای را بری تنه به تنه خورده میشه. و وسیله نقلیه عمومی هم خب مردم، یه بخش مهمی از مردم بخاطر شرایط اقتصادی دیگه توان استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارن، یا اصلا دیگه وسیله نقلیه شخصی ندارن، بعد وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن. توی ساعت‌های ترافیک تو تعطیلی ادارات اتوبوس و من دیدم که شلوغ میشه، ولی مثلا تو بقیه ساعت‌ها در روز مثلا بی‌آرتی ها اون فاصله 1 یا 2 متر تقریبا رعایت میشه، ولی تو ساعت‌های ترافیک بالا نه. وضعیت کادر درمان چطور؟ کادر درمان که از دوستان بستگان من که اطرافم وجود داره اغلب یا مبتلا شدن تا الان، یا بستگانش یا مثلا خودشون ناقل بودن به خانواده، خانوادهشون منتقل کردن، اونا درگیر شدن و خیلی تحت فشارن واقعا. به اضافه اینی که خب یه مقداری هم توی چه بخش خصوصی چه بخش عمومی به خاطر حقوقای عقب افتاده ممکنه مثلا بخش خصوصی مقدار اصلا به قول چیز لی آف کردن، یعنی پرسنل رو تعطیل کردن، چون مخصوصا تو ماهای اول تعداد مراجعات کم شده بود، خیلی به درمان هایی که اورژانسی نیست تعطیل شده بود مثل جراحی و اینا، در نتیجه بعضی بیمارستان ها تعطیل کردن. خوشبختانه یه تریاج شکسته بسته وجود داره، یعنی اینطور نیست که اصلا نباشه، یعنی تو بعضی از بیمارستان ها از همون ورودی جدا میکنن مریضایی که مشکوکن، ولی بعضی از بیمارستان ها نه. مثلا الان میدونم از یکی از بیمارستان خصوصی که همین الان یکی از مریضامون اونجاست و بردن برای سی تی اسکن، در دم ورودی بیمارستان تریاجی نبوده. ممنونم از شما. میبخشید، امیدوارم در بخش‌های بعدی بدتر بتونیم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. سحر مطلبی، پزشک و کارشناس بهداشت جمعیت. هیئت اوکراینی که برای دور دوم گفتگوها درباره هواپیمای ساقط شده این کشور به ایران سفر کرده، از محل سقوط این هواپیما در جنوب تهران بازدید کرد. این هواپیمای مسافربری بیش از 8 ماه پیش هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. وزارت خارجه اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که کشورش دنبال جزئیات کامل حادثه است. مادر و پدر نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که حدود 1.5 ماه پیش اعدام شد، در نامه‌ای به قاضی زندان عادل‌آباد شیراز خواهان رسیدگی به وضعیت حبیب و وحید افکاری، 2 فرزند دیگرشان شدند. آنها می‌گویند از چند روز قبل از اعدام قبل از اعدام نوید دو برادر او به سلول انفرادی منتقل شدند. نوید افکاری در ارتباط با اعتراض‌های سال 97 در شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
مجتبی زارعی فرماندار نجف آباد در استان اصفهان ایران از بازداشت زنی که بدون حجاب در این شهر دوچرخه سواری کرده خبر داد. اخیراً ویدئویی از دوچرخه سواری یک زن بی حجاب در نجف آباد در فضای مجازی پخش شده. آقای زارعی همچنین گفته امروز یک تجمع خودجوش در اعتراض به آنچه او اقدام حرمت شکنانه این دوچرخه سوار خوانده در نجف آباد برگزار می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 250 نفر از صادرکنندگان حتی یک دلار از درآمد صادرات خودشون رو به ایران بر نگرداندند. او همچنین گفته از این تعداد 70 نفر هویت خودشون رو پنهان کرده و به نام کارتون خوابها کارت بازرگانی گرفتند. اما برخی فعالان بخش خصوصی ایران میگن سیاست ارزی بانک مرکزی باعث ایجاد رانت، بازنگشتن ارزهای صادراتی و حتی قاچاق کالاهای اساسی مانند دارو از ایران شده. شیدا هوشمندی گزارش میده. داستان ارزهای صادراتی گم شده هر روز پیچیده تر می شود. بانک مرکزی به هیچ وجه هدف مراجعه به قوه قضاییه راجع به صادرکننده نداره. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب در میان فعالان بخش خصوصی گفت که هویت بخشی از بازرگانانی که ارز حاصل از صادرات خود را خارج از کشور نگه داشتند مشخص نیست. ما 250 نفر رو 97 آخرای 97 و آخرای 98 در دو لیست 150 دادیم. این 250 نفر یک دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. به جهت استثنای دوستان عرض بکنم اینا حدود 7 میلیارد دلار ارز برنگردونده بودن. اینامون آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن که اینا 1 میلیون دلاری اینا به پایین بودن، اصلا اونا نیستن. اصلا اونا رو ما خیلی دنبالش نیستیم، زیر 1 میلیون دلاری رو اصلا ما دنبالش نبودیم، نه با قوه قضاییه دادیم، نه اصلا پیگیری کردیم. اینهایی که ما اسمش رو دادیم بین 10، 50، 100، 200 میلیون دلار صادرات دارن. و جالبه بدونیم 70 نفرش رو، من خواهشم اینه که اینا رو میگید، اینا رو از نقل من بفرمایید. 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده، اینایی که بازداشت شدن کارتون خوابن. آقای همتی میگوید این افراد به اسم کارتون خوابها کارت‌های بازرگانی گرفتند و 7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند. موضوع ارزهای صادراتی گم شده مدت هاست که از سوی دولت مطرح می‌شود. در ماه‌های پیشین و همزمان با رسیدن نرخ آزاد دلار به بالای 30,000 تومان، مقام‌های دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را بازنگشتن ارزهای صادراتی عنوان کردند. اتاق بازرگانی ایران اما می‌گوید که بخش مهم این ارزهای بازنگشته متعلق به بخش خصوصی نیست. فعالان بخش خصوصی سیاست ارزی دولت را دلیل اصلی به وجود آمدن شرایط فعلی می‌دانند. به این ترتیب که اختلاف نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد باعث شده که صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز خود به داخل ایران نداشته باشند. سیاست ارزی که حداقل در 2.5 سال گذشته اتفاق افتاده، وقتی بررسی دقیق روش انجام بدید و همچنین بررسی که نرخ ارز در این مدت چه تغییراتی انجام داده و میزان ارزآوری کشور در این 2.5 سال چقدر بوده، قطعاً به نتیجه می‌رسیم که این سیاست‌ها سیاست موفقی نبوده. منتقدان سیاست ارزی دولت میگویند تأثیر این سیاست را میتوان در طرف واردات هم مشاهده کرد. کمبود دارو به ویژه انسولین طی روزهای اخیر جنجالی شده. منتقدان سیاست های بانک مرکزی پافشاری دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو را دلیل پرسود شدن قاچاق دارو به خارج از کشور میدانند. چه این داروها تولید ایران باشند و چه از خارج وارد شده باشند. سیاست فشار حداکثری آمریکا فروش نفت مهمترین درآمد ارزی ایران را به شدت کاهش داده و دولت با کمبود منابع ارزی روبروست. این روزا فکر کنم خیلی عجیب سرتون شلوغه. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر چند بار برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران به عراق سفر کرده. بازار ارز در روزهای گذشته بی‌اعتنا به تلاش‌های رئیس کل بانک مرکزی و وعده‌های دولت برای کنترل بازار دستخوش نوسان شد و نرخ دلار از مرز 32 هزار تومان هم عبور کرد. اما همزمان با افت نرخ حواله درهم در بازار دبی، قیمت دلار در ایران هم
تا ظهر سه‌شنبه 29 مهر حدود 3000 تومان افت کرد و در برخی صرافی‌های تهران بالای 28000 تومان معامله شد. همزمان شاخص کل بورس تهران هم به روند کاهشی خود ادامه داد و به مرز 1,450,000 واحد نزدیک شد. قیمت طلا و سکه هم افت 7-10% داشت و هر سکه تمام حدود 14,500,000 تومان فروخته شد. بخشی از فعالان بازار روند کاهشی نرخ‌ها را نتیجه تحولات در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا می‌دانند. برخی رسانه‌های داخل ایران هم عقب نشینی بازارها را کنار سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق می‌گذارند. بازارهای دارایی در ایران به روایت بسیاری غیر قابل پیش‌بینی شدند و همین موضوع هر گونه فعالیت اقتصادی در ایران را بسیار دشوار کرده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما. یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید شمار قربانیان کووید 19 در ایران 2.5 برابر آمار اعلام شده است. 250 نفر. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 250 بازرگان حتی 1 دلار از ارز حاصل از صادراتشان را به ایران باز نگرداندند. در ادامه این برنامه، حمله هکرهای روسی به المپیک 2020 توکیو. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هشدار داده که پس از خروج آمریکا از این کشور، افغانستان با تهدید واقعی جنگ داخلی روبرو خواهد شد. آقای محب در مصاحبه با بی بی سی گفته دولت افغانستان هم برای صلح و هم برای جنگ آماده است. این در حالی است که با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز مذاکرات صلح در قطر، هنوز هیچ توافقی بین کابل و طالبان صورت نگرفته و خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. نسرین نوا گزارش می‌دهد. حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهر لشکرگاه برای عقب راندن جنگجویان طالب. پس از 10 روز جنگ، فضا همچنان نظامی است. راه‌های مواصلاتی زیادی مسدود، خدمات مخابراتی مختل و بیش از 35,000 خانواده همچنان آواره و سرگردان. شماری هم جان سالم به در نبردند. تا کنون 40 غیر نظامی کشته و بیش از 300 نفر به شمول کودکان زخمی شدند. وزارت دفاع میگوید عملیات تصفیه برای حفظ جان مردم به کندی اما با موفقیت پیش میرود. در مجموع در ولایت هلمند به خصوص در همای شهر لشکرگاه وضعیت در حال بهبود یافتن است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات های خودشان را به شکل محتاطانه اجرا میکنند، چون طالبان در میان خانهای مردم موضع گرفتند. ما کوشش میکنیم که به افراد مرگی در جریان عملیات آسیب نرسد. جنگ هلمند با کمک هوایی نیروهای آمریکایی مهار شده. شورای امنیت هرچند کمک آمریکا را رد نمی‌کند، اما مدعی است مردان اصلی صحنه جنگ نظامیان افغان هستند. کاری که فعلا طالبان انجام می‌دهند فقط وقت خریدن است، چون به توانایی ما باور ندارند. فکر می‌کنند اگر آمریکایی‌ها بروند حکومت سقوط می‌کند. هنوز باور ندارند که عملیات نظامی را نظامیان افغان انجام می‌دهند و مدعی هستند که همه اینها کار آمریکاست. اما باید برایشان بگویم که این طور نیست. با این حال از احتمال وخامت جنگ پس از خروج نیروهای آمریکایی حرف می‌زند. ما کمک های از امریکا در جنگ هلمند دریافت کردیم، اما در میدان جنگ سربازان افغان هستند که می جنگند. به هر حال امریکا حالا معتقد است که باید از افغانستان خارج شود، اما با خروج آنها اگر ما نتوانیم افغانستان را از یک جنگ داخلی احتمالی نجات بدهیم، بار سنگین در ذهنم خواهد بود که زندگی با آن سخت است، ولی ما می توانیم این خطر را تا جای امکان کم کنیم. بر اساس توافقنامه آمریکا و گروه طالبان که 8 ماه قبل امضا شد، روند خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می سال بعد تکمیل خواهد شد. هرچند مقامات نظامی آمریکا بارها این روند را مشروط خواندند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر خروج این نیروها حتی پیش از این تاریخ تأکید کرده. توافق روی خروج نیروهای آمریکایی به هر صورت نهایی است، اما آینده مذاکرات دولت و طالبان همچنان نامعلوم.
بیش از 5 هفته از آغاز مذاکرات بین دولت و طالبان می‌گذرد. اما دو طرف تاکنون نتوانستند روی طرز عمل مذاکرات به توافق برسند، در حالی که سطح خشونت‌ها در سراسر کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. برای نخستین بار یک هیئت رسمی از امارات متحده عربی به اسرائیل سفر کرده و در فرودگاه تل‌آویو مورد استقبال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و چند مقام ارشد دیگر اسرائیلی قرار گرفته. در این سفر دو طرف توافق کردند که شهروندان دو کشور بدون نیاز به ویزا بین اسرائیل و امارات سفر کنند. همچنین قراردادهایی در زمینه‌های هوافضا، فناوری و اطلاعات بین دو کشور امضا شده. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار از پاریس در فرانسه با ما هست. آقای اکبرین، شاید 2 ماه پیش کسی تصور نمی‌کرد که تا 2 ماه دیگه شهروندان دو کشور حتی بتونن بدون ویزا سفر بکنند بین دو کشور. به نظر میرسه که خیلی هم پیشرفت کرده این مذاکرات بین دو کشور. وقت شما بخیر. احتمالاً 26 سال پیش وقتی اسرائیل و اردن هم با هم قرارداد صلح امضا می‌کردند، کسانی که پای رسانه‌ها نشسته بودند همینقدر شگفت زده شده بودند که ما شدیم و اون اتفاق رو واقعی برای شروع صلح خاورمیانه می‌دونستند. احتمالاً 42 سال پیش وقتی قرارداد کمپ دیوید امضا شد بین اسرائیل و مصر، اون موقع هم کسانی بودند که همین تصور امروز ما رو داشتن. ولی فراموش نکنیم که در بین 22 کشور عربی از سال 1948 تا امروز فقط 4 کشور وارد این قرارداد صلح شدند که دو کشور قبلی موفق نشدند شروع کنند صلح خاورمیانه رو با اسرائیل. هیچی جلو نرفت. خونین ترین نزاع‌ها در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم. به گمان من همون طور که اون دو تا صلح قبلی نتونست شروع صلح خاورمیانه باشه، این دوتا صلح هم نمیتونه تا وقتی پاره ای از مشکلات حل نشه. یه مثال کوچیک بزنم. ببینید، تو همین 5 روز گذشته 2166 واحد مسکونی دیگه توی کرانه باختری اشغالی از سوی اسرائیل ساخته شد. این خلاف قولی بود که داده بود. تا این وضعیت ادامه پیدا کنه، دیدم سازمان‌های اسرائیلی هم اعتراض کردن، سازمان ملل هم اعتراض کرده، تا این وضع ادامه پیدا کنه من گمان نمی‌کنم که این دو صلح اخیر و مشخصا امروز صلح میان امارات و اسرائیل سرنوشتی بهتر از صلح‌های پیشین داشته باشه. سودان هم ظاهراً و حتی گفته میشه چند کشور دیگه آمادگی این رو دارند که وارد توافق مشابهی بشن. شما خوشبین نیستید؟ فکر میکنید که ورود اونها هم تغییری عملا نمیتونه ایجاد بکنه؟ و اینکه در نهایت برای ایران چه شرایطی ایجاد شده اینجا؟ بله، من فکر میکنم این پیروزی خاورمیانه نیست، پیروزی صلح خاورمیانه نیست، اما شکست بزرگی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در واقعی اخیر اگه نگاهی به کارنامه خودش بکنه، بزرگترین مسبب اتحاد اعراب و اسرائیل شد، دولت‌های عربی منظورمه. و این نزدیکی که ما الان داریم می‌بینیم اتفاق افتاد، میتونست اتفاق بیفته و کشور مستقل فلسطینی هم توش لحاظ بشه. اما جمهوری اسلامی عملاً تو این ماجرا تنها موند و اسرائیل تا کنار مرزهای جمهوری اسلامی آمد و تمام اون وعده‌هایی که برای محو اسرائیل میداد نه تنها محقق نشد، بلکه امروز اسرائیل در کنار مرزهای جمهوری اسلامی یک خطر بزرگی برای او محسوب میشه در کنار کشورهای عربی. ممنون از شما آقای اکبرین. جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس. بریتانیا روسیه رو متهم کرده که در یک حمله سایبری قصد داشته برنامه‌ریزی بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو رو مختل کنه. این مقام‌های بریتانیایی میگویند این حملات توسط سازمان اطلاعات نظامی روسیه GRU درست قبل از اینکه بازی‌های تابستانی این دوره به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا عقب بیفته اتفاق افتاد. حملات مشابهی در سال 2018 به بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ چانگ هم انجام شد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد.
بازی های المپیک، بزرگترین جشنواره ورزشی کره زمین که هر 4 سال یک بار برگزار می شود. از آنجا که این بازی ها توجه اکثریت جمعیت جهان را به خود جلب می کند، محل برگزاری مسابقه ها همواره هدفی جذاب برای حمله های خرابکارانه یا تروریستی است که مقاصد سیاسی خاصی را دنبال می کنند. از قرار معلوم بازی های این دوره المپیک 2020 توکیو هم هدف حمله های سایبری قرار گرفته. طبق ادعای مقام های رسمی بریتانیا و آمریکا، هکرهای روس از واحد GRU که زیر نظر ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه کار می کند، درست قبل از آنکه بازی های امسال به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 1 سال به عقب بیفتد، حملاتی را علیه برگزار کننده های این دوره از مسابقه ها انجام دادند. ذات و وسعت این حملات توسط مقام‌های بریتانیا توضیح داده نشد، اما دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید این حملات خطرناک و بی‌مسئولیت علیه برگزارکننده‌ها، حامیان مالی و طراحان لوجستیک بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 بودند. 2 سال پیش در جریان بازی‌های المپیک زمستانی 2018 پیونگ‌چانگ کره جنوبی هم حملاتی سایبری باعث مختل شدن برنامه‌ها شد. از جمله اینکه بعضی از دارندگان بلیت مراسم افتتاحیه موفق نشدند بلیت‌های خود را چاپ کنند و تعدادی از صندلی‌ها در این مراسم خالی ماند. برگزارکننده‌های المپیک 2020 توکیو بدون اینکه اسمی از روسیه بیاورند، امروز صبح در یک نشست خبری از اهمیت هوشیار بودن نسبت به حمله های سایبری صحبت کردند. ما در جریان اطلاعیه دولت بریتانیا هستیم. در حال جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مربوط به امنیت سایبری هستیم و حساسیت زیادی روی این موضوع داریم. ولی با توجه به سوژه ماجرا در این لحظه نمی‌خوایم که بیشتر از این در موردش حرف بزنیم. خیلی ها تصور میکنند روسیه چنین حمله هایی را برای تلافی محرومیت ورزشکاران خود از بازی های المپیک طراحی میکند. در سالهای اخیر بحران دوپینگ سازماندهی شده دولتی در روسیه باعث شده تا بسیاری از ورزشکاران این کشور از حضور در مسابقه های بین المللی محروم شوند و یا اینکه در بازی های المپیک اجازه نداشته باشند زیر پرچم و یا نشانه های کشورشان رقابت کنند. مسئله‌ای که پای قدرتمندترین مردان این کشور را هم به وسط کشیده و چه کسی است که نداند معدین ورزشی به راحتی می‌توانند صحنه رقابت‌های سیاسی شوند. پوریا جعفره، بی بی سی. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید.